با گرمترین درودها در شبهای پاییزی میهن، بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که ورق میزند صفحات مهمترین مطالب منتشره روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا. به روال معمول همه شب نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب خواهیم داشت و سپس به محتوای مطالب منتخب خواهیم پرداخت. جنجال جدید بابک زنجانی متهم اصلی مافیای نفتی در دادگاه علیه وزیر نفت کابینه روحانی، علی مطهری و ماجراهای جدید این نماینده اصولگرای مجلس با برگزاری دادگاه در شیراز و همینطور سخنرانیشان در دانشگاه، در عرصه فرامنطقه‌ای اعتراض اسرائیل به روسیه در پی انعقاد قرارداد سامانه S-300 روسی با ایران، همچنین پیشروی ارتش سوریه در نبرد با داعش و تصرف یکی از فرودگاه‌های نظامی پس از 2 سال، تشدید تنش‌های دیپلماتیک میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران در پی پشتیبانی همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از خودکامه سوری و طبعا لاینحل ماندن بحران سوریه و بالاخره آغاز و بروز علائم ناهمگن در امور تشریفات و دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بر سر سفر حسن روحانی، اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 20 آبان ماه ایرانی برابر با 11 نوامبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما همیهنان عزیز و بینندگان گرامی خواهد رسید. در بخش آغازین برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه از ایران، منطقه و جهان. ادامه تمدید وضعیت اضطراری میان روابط ایران و آمریکا با دستور باراک اوباما پس از توافق هسته‌ای از جمله رویدادهایی است که بر صدر رسانه‌ها نشست. رویدادی که دورنمای رابطه ایران و آمریکا پس از توافق هسته‌ای را نیز در ظرف گمانه‌ها می‌گنجاند. بر اساس گزارش‌ها، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور با تأکید بر عادی نشدن روابط آمریکا و ایران، خواستار تمدید وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران شد. در نامه‌ای که باراک اوباما برای کنگره فرستاده و در وبسایت کاخ سفید نیز انتشار یافت، آمده بود که روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته است. فرمان رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روند اجرای موافقت نامه های 19 ژانویه سال 1981 میان تهران و واشنگتن بر ادامه وضعیت سالهای گذشته تأکید می کند. در 19 ژانویه آن سال، یعنی سال 1981، نمایندگان تهران و واشنگتن در الجزایر برای پایان دادن به قضیه گروگانگیری کارکنان و اعضای سفارت آمریکا در ایران توافقهایی کردند. فرمان اجرایی 1270 در رابطه با ایران که رئیس جمهوری فعلی آمریکا آن را تمدید کرد، به 14 نوامبر سال 1979 باز می‌گردد و 10 روز پس از آغاز گروگانگیری در سفارت آمریکا صادر شد. همون گونه که بیشین شما هم میهنان عزیز آگاهید، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا این فرمان را ابلاغ کرد که به رئیس جمهور آمریکا اجازه میدهد برای مقابله با هر تهدید خارجی به اعمال وضعیت اضطراری ملی روی بیاورد. وضعیت اضطراری ملی از جمله به دولت آمریکا اجازه میدهد تا همچنان به توقیف بخشی از دارایی های ایران در آمریکا ادامه دهد. این نخستین بار پس از توافق اتمی تهران و 6 قدرت جهانی است که این وضعیت تمدید می شود. ادامه خبرهای کوتاه، باز با اعتراض اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، این بار از نوع غیر هسته‌ای و اعتراض به روس‌ها. اسرائیل دیروز سه‌شنبه 19 آبان ماه به تصمیم روسیه برای امضای قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی موسوم به S-300 به ایران اعتراض کرد. روسیه دوشنبه اعلام کرده بود که قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته S-300 را با ایران امضا کرده است. یووال شتاینتس، وزیر انرژی و مسئول پرونده ایران در کابینه اسرائیل، با نکوهش تصمیم روسیه مدعی شد که ایران همچنان تهدید جدی برای اسرائیل محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری آلمانی DPA، شتاینتس در یک نشست خبری در بیت المقدس ضمن آنکه سامانه S-300 را یکی از بهترین در نوع خود نامید، برخوردار شدن جمهوری اسلامی از این سامانه را تهدیدی برای اسرائیل خواند.
تل‌آویو از آغاز معامله ایران و روسیه در مورد این سامانه ها با آن مخالفت می کرد. در سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز چند سال پیش در سفری محرمانه به مسکو از پوتین رئیس جمهور روس خواست از این معامله با ایران دوری کند. اما پس از کش و قوس های بسیار و 4 ماه پس از توافق نهایی اتمی ایران و قدرت های جهانی، سرانجام روسیه این هفته از امضای قرارداد نهایی تحویل این سامانه ها به ایران خبر داد. وزیر انرژی اسرائیل گفت که ایران می‌خواهد جبهه جنگ دیگری علیه اسرائیل از طریق ارتفاعات سوریه جولان ایجاد کند. به گفته ایشان بهره برداری ایران از وضعیت تراژیک سوریه برای تقویت جای پای خود در منطقه به شدت آزاردهنده است. این وزیر اسرائیلی اضافه کرد که کشورش در محاصره منطقه است که دستخوش تلاطم‌های شدید است و جنگ و بحران بسیاری از نقاط خاورمیانه را در بر گرفته و لذا مخاطرات برای اسرائیل بیشتر از گذشته است. شتاینیتس مدعی شد که تقویت نفوذ ایران در منطقه برای ناتو و اروپا نیز یک تهدید است. نخست وزیر اسرائیل نیز در همین روز در یک سخنرانی در آمریکا گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که خاک سوریه به عرصه تازه‌ای از جمله از سوی ایران برای حمله به اسرائیل مبدل شود. خبرها را از منازعه دیپلماتیک اسرائیل و روس‌ها بر سر جبهه گشایی‌های جمهوری اسلامی در ایران در سوریه پی می‌گیریم و به خط مقدم مرزهای سوریه می‌رویم تا با تازه‌ترین پیشروی‌های ارتش سوریه در حلب خبرهایی با هم مرور بکنیم. گزارش تلویزیون دولتی سوریه حاکی است ارتش این کشور پس از 2 سال فرودگاه کیروس در شرق حلب را از اشغال داعش درآورده است. بنابر این گزارش در عملیات شکست این عصر تلفات سنگینی بر نیروهای داعش وارد آمده است. این فرودگاه که یک پایگاه هوایی مهم سوریه است مدت 2 سال تحت محاصره و حمله نیروهای موسوم به گروه دولت اسلامی قرار داشت. به گزارش یک عکاس خبرنگار خبرگزاری فرانسه، سربازان ارتش پس از عبور از خطوط محاصره توانستند با سربازان داخل پایگاه تماس برقرار کنند. از سوریه نیز گامی جلوتر به سوی مرزهای عربستان عبور خواهیم کرد با تازه ترین تنش ها میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان بر سر صدور قطعنامه ای در محکومیت مداخلات جمهوری اسلامی از حجم عظیم مداخله ایران و روس در سوریه. بنابر گزارش های منتشره، عربستان سعودی برای تصویب قطعنامه ای در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل برای محکوم کردن مداخله ایران و روسیه در سوریه تلاش کرده است، حرکتی که سریعا گویا با اعتراض ایران و سوریه مواجه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قطعنامه غیر الزام‌آور را عربستان تنظیم کرده، اما علاوه بر کشورهای عربی از حمایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگر قدرت‌های غربی نیز برخوردار است. بیشترین انتقاد در این قطعنامه متوجه دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و نسبت به استفاده نامتناسب از قوه قهریه توسط دولت سوریه علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی شده است. در پیشنویس این قطعنامه مشخصاً از روسیه نام برده نشد، اما قویاً همه حملات علیه مخالفان میان روی سوری رو محکوم می کند و خواستار توقف فوری این حملات می شود و می گوید چون این حملاتی به نفع داعش و سایر گروه های تروریستی مثل جبهه النصرت است. کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید. همینک و در بخش میانی برنامه کاوشی بر روزنامه ها با تازه های از منتشره های روزنامه های امروز ایران برنامه رو پی می گیریم. روزنامه های امروز عمدتاً با خبرها و حاشیه ها و جزئیاتی از دستگیری 40 عامل تروریستی در ایران در واقع سفارایی شده بودند که از سوی وزیر اطلاعات ایران نیز اطلاع رسانی گردید و البته شرح دقیق خبر رو در برنامه آن سوی خبر دیشب سه‌شنبه از سوی همکارانم به آگاهی شما رسید و مطلع شدید. در سوی دیگر علی مطهری و ایجاد جار و جنجال جدید حول این نماینده مجلس به صدر صفحات اصلی روزنامه ها بازگشت.
روزنامه اعتماد در گزارشی تکمیلی و تصویری و ترتیبی به ترتیب زمانی البته حضور این منتقد اصولگرا در شیراز رو که منجر به ضرب و شتم شده بود در یک مقطعی و همینطور ادامه این روند تا اینکه دیروز موفق به سخنرانی در دانشگاه شیراز شد رو پوشش گسترده خبری گزارشی داد. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، علی مطهری در همین روز از سوی رئیس دادستان به دادگاه دعوت شد و همینطور زاربان و اوباشان شهر را که به ایشان حمله کرده بودند چشم در چشم خیش دید. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، مطهری این بار به درخواست رئیس دادگاه به شیراز آمده بود تا آنهایی را که سال گذشته به او حمله کرده بودند به چشم ببیند. چشم در چشمشان شد و دفاع کرد. متهمانی که دوشنبه 18 اسفند با موتور نماینده تهران را تا کلانتری مورد حمله قرار داده بودند، هرچند 8 ماهی بود که با قید کفالت آزاد بودند، اما حالا گویی یا پشیمان شده بودند. از قاضی درخواست تنفس کردند و در وقت تنفس از علی مطهری معذرت خواهی کردند و رضایت خواستند. نکته جالب توجه این که علی مطهری اما رضایت نداد، یک خواسته داشت و آن هم روشن شدن هویت دستوردهندگان یا آمران به حمله بود. ادامه میدهم. حسن روحانی و آخرین اظهار موضع ایشان در دفاع از آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران زندانی و فشارهای نهادهای نامرئی و امنیتی علیه نهادهای مدنی کشور همچنان بالاترین و بیشترین میزان تحلیل‌ها و تفسیرها و گزارش‌ها را در روزنامه‌ها به خود اختصاص داد. در این میان روزنامه آفتاب یزد، روزنامه نزدیک به طیفی از تحول‌خواهان، گزارش اصلی شماره امروز رو با طرح این سوال که چرا روحانی حق نقد ندارد از میزان حمله‌ها و هجمه‌های پرخاشگرانه از جمله واکنش تند آملی لاریجانی علیه روحانی تعجب کرد و در ادامه نوشتار نوشت باید از دلواپسان پرسید که آیا واقعا از شخص رئیس جمهور توقع دارند که با تخریب‌ها، هجمه‌ها، توهین‌ها و سایر حربه‌هایی که برای حمله به دولت استفاده می‌کنند پاسخی ندهد و تنها سکوت کند. آفتاب یزد در پاسخ گفت که به یقین چنین انتظاری عقلانی نیست. ورق می‌زنیم و ادامه می‌دهیم با روزنامه دیگر و موضوعی نسبتاً همسان و مضمونی مشابه. روزنامه مردم سالاری در شماره امروز در گفتگویی که با دختر هاشمی رفسنجانی، فاطمه هاشمی، انجام داده بود از سکوت این روزهای خاندان هاشمی پس از حبس مهدی هاشمی سوال کرد که این عضو خانواده رفسنجانی گفت پدرم توصیه کرده در مقابل تخریب ها سکوت کنیم. روزنامه ایران ارگان دولت نیز به میزان فزاینده حملات گروه های تندرو به حسن روحانی و تیم دیپلماسیش اشاره کرد و در یادداشتی با عنوان موجهای مخالفت پس از برجام به قلم سید علی میر باقری استاد دانشگاه به واکاوی چرایی گسترش تحرک جبهه مخالف دولت به صورت چند جانبه پرداخت. این استاد دانشگاه نزدیک به محافل دولت از جمله معتقد بود که دولت روحانی همه ایام 2 سال دولت مداری خود را در میان موج مقاومت و زورآزمایی های جناح حریف سپری کرد، اما اکنون که دولت وارد 3 سال از فعالیت خیش شده است سرسلسله جریان های رقیب را نیز ترفندهای تازه در سر افتاده است. نویسنده روزنامه ایران در ادامه این نوشتار تحلیلی نتیجه گرفت که اگر در 2 سال گذشته عمدتاً تیم مذاکره کننده هسته‌ای یا وزارت ارشاد آماج فشار و اتهام رسانه‌های تندرو بودند، در 3 سال فعالیت روحانی پیکان حملات جریان مخالف به صورت پیاپی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت را هدف می‌گیرد. نویسنده گمانه می‌زد که حالا سوال جدی بسیاری از شهروندان این است که براستی آیا این تحرکات و تبلیغات پرهزینه با آنجا راه خواهد کشید که اساس حرکت دولت را دچار اختلال سازد، که نگرانی سنگینی بود نسبت به ناکام شدن دولت روحانی در پیشبرد اهداف خود. همان گونه که در صدر بازخوانی مطالب اشاره کردم، جدال روحانی و واکنش سریع لاریجانی به هرچه دو قطبی کردن فضای تنش‌های سیاسی داخل ایران انجامید و در پی آن عمده روزنامه‌های امروز نزدیک به دولت از هجمه‌های همه‌جانبه تندروها به طور یک دست به دفاع از حسن روحانی پرداختند. در این میان روزنامه ابتکار نیز و قلم حامد وکیلی یک سرمقاله تحلیلی خوبی داشت
که در واقع با این عنوان به این موضوع اختصاص داده بود و با اشاره به شدت گرفتن تحریکات تندروها علیه دولت به تحریم نمایشگاه مطبوعات توسط آنان اشاره کرد و نوشت که این قبیل کارها از طرف محافظه‌کاران به این روزها محدود نمی شود. پیش از این آنها حتی ساز تحریم انتخابات را هم کوک کردند. این بار اما ماجرا شدت بیشتر یافته است. حجم نافرمانی های مدنی آنان به یک بار افزایش چشمگیر یافته است. تجمع می کنند، تحصن می کنند، تحریم می کنند، اعتصاب می کنند، دهان می بندند. خلاصه به هرچه در عرف سیاسی به آن نافرمانی مدنی می گویند چنگ می زنند. ستون‌نویس روزنامه ابتکار در ادامه این نوشتار با استقبال از رویه و مشی جدید مدل اعتراضی اصولگرایان نوشت که این تغییر فاز البته امر مبارکی است. اینان می توانستند به جای این کارها همان بلایی که سر کنسرت ها، سینما ها و یا سخنرانی ها می آوردند بیاورند. جای خوشحالی و استقبال دارد که در اعتراضات خود گویی از فاز خشونت فیزیکی عبور کرده اند. دولت بایستی با این قبیل حرکات کنار بیاید، یعنی تحریم، تحصن و اعتراض را ذیل امر سیاسی به رسمیت بشمارد و به افعال این چنینی نگاه امنیتی نکند و این اگر تبدیل به رویه معمول شود باعث می شود هزینه یک کنش سیاسی در ایران نیز پایین بیاید. نویسنده روزنامه ابتکار در پایان اینگونه نتیجه گرفت که عملکرد دولت می تواند الگوی جدیدی برای خانش واژه های استراتژیک نظام باشد، یعنی خانشی غیر امنیتی در مدیریت مسئله نفوذ. از جمله موضوعاتی که از صفحه یک روزنامه های امروز در پیشخوان نشریات جلب توجه میکرد همانا مصاحبه اختصاصی روزنامه شرق بود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه که در پاسخ به احتمال ترور شدن این وزیر خارجه در مواجهه با موجی از مخالفخوانی های گروه های تندرو احتمال ترور شدنش را منتفی دانست. و بالاخره پدیده‌ای به نام بابک زنجانی که با تازه‌ترین اظهار مواضع خود در هفتمین جلسه دادگاه موجب شگفتی اهالی رسانه‌ها و روزنامه‌ها شد. این متهم اصلی نفتی سرسلسله مافیای نفت عهد احمدی نژاد که مدتی به بسیجی اقتصادی نیز مشهور شده بود، گویی دادگاه و دولت و مردم همه را به نحوی دچار ابهام و ایهام می کند. بر اساس گزارش روزنامه های امروز از جمله روزنامه قانون، موضوعی که موضوع اصلی شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داده بود و به نقل از بابک زنجانی مدعی شد که 22 میلیارد یورو پول نقد دارم اما اموالم را آتش بزنید ولی به زنگنه ندهید. و یا روزنامه جهان اقتصاد در نقل گوشه از دفاعیات بابک زنجانی بسیجی اقتصادی برآمده از نظام دینی جمهوری اسلامی با جمله ای کلیشه ای که میکوشید دعواها را فردی جلوه دهد به نقل از بابک نوشت که ماشینم را به وزیر نفت نمیدهم، که در واقع نوعی جنجال های زرد و هیاهوهای قوغا سالار است در راستای شخصی کردن ماجرای فسادهای سازمان یافته ای که به غارت میلیاردها دلار اموال ایرانیان در 8 سال حکومت دولت موسوم به پاک دست محمود احمدی نژاد، دولتی که همه جانبه مورد حمایت سید علی خامنه ای بود، منجر شد. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و ضمن دعوت از شما به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر، این جانب از محضر شما خداحافظی می کنم. تا شامگاه دیگر، بدرود.